افسری که سالها رئیس اداره گذرنامه فرودگاه مهرآباد بوده بلافاصله بعد از انقلاب که تصمیم میگیره از کشور خارج بشه متوجه میشه که ممنوع خروج شده پیش مهندس بازرگان و مصطفی چمران میره علیرغم که از اونا پیشنهاد همکاری توی دولت موقت میگیره تا ترجیح میده که پاسپورتشو رو بگیره و از ایران خارج بشه و هیچ وقت دیگه به ایران بر نگشته اینکه مردم چجوری تصمیم گرفتن از ایران خارج بشن چجوری ارز میخریدن چجوری اجازه خروج میگرفتن توی اون بهبهه انقلاب اینا چجوری ویزا میگرفتن وقتی رفتن توی کشورهای دیگه هستن چجوری جا افتادن و شروع این موج خروج ایرانی ها بعد از انقلاب چجوری بود و اونجا چجوری جا افتادن موضوع بخشی از صحبت من با افسر بازنشسته شهربانی آقای هوشنگ پاکفر اگر شما محل اهل شنیدن مصاحبه تاریخ شفایی هستین علاقه به اینکه ببینید در سینه مردمان چه میگذره با ما همراه بشین این کانال رو دنبال بکنید درش عضو بشین و با بازخورتاتون به من بگید که دوست دارید روی چه موضوعاتی بیشتر کار بشه یا احیانا با چه تیپ آدمایی بیشتر صحبت بشه در ادامه قسمت دوازدهم از مجموعه گفتگوهای من با شنگ پاکفر رو میشنم سلام آقای پاکفر درود به شما ممنون میشم اگه به ما بگین که خروج شما از کشور چه موقعی اتفاق افتاد و یه از حالا هوای کلی خودتون توی سال 57 برام بگین سال 57 من دوره عالی در دانشگاه پلیس میدیدم تا تقریبا شهریور که امتحانات بود و قبول شدم خوشبختانه بعد یک ماه ما مرخصی داشتیم که هر جد بریم من رفتم به اروپا رفتم به لندن به یه دونه آپارتمان خریدم بعد رفتم به امریکا اونجا هم یه دونه آپارتمان خریدم و از آروم بود تقریبا در, یعنی در همون تا قبل از شهریور برای این از اول پنج و هفت تا شهریور که من دانشگاه پلیس بودم اوضاع آروم بود هیچ خبری نبود به شکل پراکنده خرابکارا که تقریبا از می رفته بودن یه مثلا زد و خوردهایی میشد خیلی خیلی پراکنده و کم در هلوهوش زمانی که دیگه شریف مامی ماده و برای من مهرس شد که از کشور برم بیرون در تکاپو این بودم که به وضعی اون سرمایم رو بفروشم و پولش رو به دلار کنم برم برامون میگین که چرا به این نتیجه رسیدین وقتی که هنوز خیلی کسی حتی از سران مملکت و اینام توی این مایه نبود که بخواد بفروشه و بره آیا شما اطلاع خاصی داشتین چیزی شنیده بودین یا باور شخصی خودتون بود که دیگه باید خارج بشین هیچ کسی اطلاعی نداشت یه چیزی رو نمیشه گفت صد درصد اصلا من به این توته بر علیه ایران اصلا قبول ندارم من شخصا پیش بینی میکردم که چون علا یه فرد بسیار مهربونیه و از طرف دیگه شنیده بودم که خمینی آدم بسیار خشنیه و این دوتاری که با هم مقایسه میکردم و ضمنا نیروی مذهب رو از بچگی دیده بودم که چه نیروی بزرگ و و این دوتا نیرو نیروی پادشاهی یا سلطنت و نیروی مذهب به شکل موازی با هم میرفتن و همیشه فکر میکردم با توجه به اینکه از بچگی اون تظاهرات قوم رو دیده بودم منظور اون سینه زنیا و اینها فکر میکردم اگر این دو نیرو با هم مخالفت کنند و نیروی مذهب با شاه مخالفت کنه مسلما نیروی مذهب موفق خواهد شد حالا چه دوره خمینی باشه چه آقای شریعت نداری فاتوا بده یا هر یکی از آیات عزام منظورم اینه که اون رأس حرم مذهبیون مثل آیت الله کاشانی اینها اگر فتوا بدن بر علیه سلطنت مسلما سلطنت فرو میریزه بنابراین با این چنین طرز تفکری فکر میکردم شاید هفتاد هشتاد درصد احتمالا رژیم پادشاهی سقوط بکنه و بهتر اینکه من یه پایگاهی در خارج از کشور داشته باشم علا رقم این که سال مبارزه میکردم اگر کسی در واقع سرمایه مملکت رو ببره در خارج از کشور درست است که این سرمایه شخصیه ولی بالاخره این سرمایه ها باید در داخل کشور مصرف میشد بنابراین سرمایه به دو صورت یکی شخصیه یکی مال همه است سرمایه که در ایران از طریق پترو دالر به دست اومده در اثر در واقع چند سال اخیرش ما نمیتونیم اینو برداریم بریم در کشور خارج ولی با توجه به اینکه کم کم تظاهرات زیاد میشد میدیدم که شاه هیچ گونه برخوردی با این مسائل نداره خب کم کم به این نتیجه می رسیدم که متاسفانه ما شکست خواهیم خورد ما منظورم اینه که رژیم شاهنشاهی که منم یه عضو کوچکی در اونجا بودم به خاطر شغلایی که داشتم همونطور که قبلا هم اشاره کردم من بعد از دانشگاه پلیس رفتم به دفتر تیم سار سپه بود صبحانی که معاون مالی شهرمانی بودم قبلا توضیح دادم که ما پسر خاله خانم هم بودن و ما با هم سالهای سال دوست بودیم نه به خاطر اون درجه تفاوت بالا ما سه شنبه شبا که با هم رامی بازی میکردیم به غیر از رامی مقدار دوست شده بودیم راجع مسائل سیاسی حرف میزدیم البته ایشون خاطرات زیادی از مسئله سیاسی نداشتن خب سنشون بالا بود اما در مسائل سیاسی نبودن و از این طرز صحبت من گفت و گفتگوی من خیلی خوششون بیامد ولی نتیجتا دلشون نمیخواست که من بگم این رژیم سقوط خواهد کرد خب بالاخره ایشون قبلا توضیح دادم آسم شدیدی داشتن رفتن به آلمان و در واقع دفتر ایشون رو تقریبا من اداره میکردم و ایشون رو تلفن رو در روز با هم صحبت میکرد ولی هنوز اوضاع اونطور نبود که مردم پیش بینی بکنن که انقلاب میشه من یه حس درونی داشتم که 70 80 درصد کافیه کم کم به این نتیجه میرسیدم که اوضاع بدتر و بدتر میشه تا جایی که یکی از دوستان من که دیگه خیلی اوضاع خراب شده در اداره اطلاعات و که معاون شده او در اداره و من گفت که هوشنگ پریشب ما دستور پیدا کردیم در مشهد سحن محافظا رو خلوت کنیم هیچ کسی نباشه که اعلی حضرت تشریف میخوان ببرن اونجا در واقع از حضرت رضا طلب کنن تقاضا کنن که خمینی رو ساکت کنه خب این خیلی برای من تعجب آور بود که علاصد اینقدر خودشون مذهبی ان خب میدونستن مذهبی ان نه تا این حد که برای چنین امر مهمی صحن حضرت رضا رو تخلیه کنند و علاصد تشریف ببرن اونجا و دعا کنند برای اینکه خمینی ساکت بشه خب اینا باز نتیجه میگرفتم که علاصد از یه موضوع بسیار ضعیفی دارن صحبت میکنن خودشون احتمالا احساس میکنن که با رویه ای که دارن این آخرش به کجا خواهد کشید بعدم یک از افسرهای گارد آشنا بودم اونا از داخل گارد برای من میگفتن که مثلا تیم سار اوویسی بارها شرفیاب میشه و تقاضا میکنه اقدام در واقع احتیاطی انجام بدیم من موافقت نمیکنن با همون دوستم هم که ما با شده بودن آقای پور صحبت میکردم میگفت رئیس شهربانی تیمسار صمدیان پور هم که شرف میشن علازت تاکید کردن که کسی کشته نشه حتی از زانو به پایین تیراندازی کنین و میگفت تیم عقل تیمسار صمدیان پور میگفت برای ما یک مشکلی درست شده که چه بکنیم خب این گروه ها به عناوین مختلف حمله میکنن به افسرای ما و ما باید بلا دفاع باشیم از طرف دیگر دوستانی که در جاهای دیگه داشتم به من میگفتن یعنی باز همه اینا ختم میشد به اینکه که علازت هیچ گونه اقدامی نمیخوام بکنم یواش یواش تظاهراتی میشد پراکنده باز دستور داشتن که دستور داشتن کلانتری ها که به هیچ وجه مبارزه نکنیم با کسانی که تظاهرات میکنن تظاهرات اکثرا یواش یواش بر علیه شاه شده بود یعنی در اون الفاظی که به کار می بر سلطنت پادشاهی بود بالاخره من مصمم شدم که یه سفری برم به خارج و بتونم یه جایی رو بیشتر بخرم شاید بتونم پایگاه بیشتری درست کنم علا رقم این که واقعا خودم نمیخواستم پول خارج کنم یعنی اصلا یه حالتی داشتم که فکر می‌کردم من دارم به مملکت خیانت میکنم با خروج ارز از مملکت تا بالاخره اوضاع بد و بد و بدتر شد بالاخره قرار شد که آقای بختیار نخست وزیر بشن آقای بختیار که آمد با شعار این که من مرغ طوفانم و از این بادا نمی درزم آمد ولی شدت مخالفت ها و شدت تظاهرات بی نهایت زیاد بود حتی من یادم است یک روزی از منزلمون روی تپای قیتری بود می پایین با اتومبیل به پهنای خیابون شمرون مردم برای تظاهراتی می پایین البته به شکل پراکنده بود و خیلی سخت اتومبیلا میتونستن حرکت کنن از لابلای من بعد که خب من اومدم از کوچه پس کوچه ها اومدم خودم رسوندم نزدیک های خیابون فردوسی اونجا تو کوچه پارک میکردم و می آمدم به شهربانی خب با دوستام صحبت میکردم خب بیکار بودم دیگه اداره مالی کار میکردم خب همون وقت باز میرفتم با اداره اطلاعات با دوستانم صحبت میکردم میدم که واقعا دیگه شده 90 درصد شاهتشی میبرند. و دیگه اوضاع طوری شده بود که من رفتم به حساب پیش همون دوستم مابلده گذرنامه بود تقاضا گذرنامه کردم خب آزاد بود گذرنامه گذرنامه رو گرفتم یه دونه اضافه برای خانوادم گرفتم چون حدث می میزدم خودم جلوتر برم ولی خب دو تا بچه کوچیکای منو دلم میخواست که اینا زبان انگلیسی رو بشه زبان مادری یاد بگیرن و در خارج باشن دیگه فقط برنامه من روی این بود که آپارتمان رو بفروشم هشت آپارتمان در روی تپای قیتریه درست کرده بودم این ساختمان شیش طبقه بود که طبقه پایینش هر طبق دو آپارتمان ما بود پایینش دونه بود اون رو فروختیم به یه شخصی کردی که برا بود دو ماه دیگه بیاد او هم در کردستان همین احساس رو میکرد که واقعا در کردستان زد و خوردهایی خواهد شد و ایشون برای که سیف باشه خودش رو نجات میده باز در یه ختم برادر پدر خانم هم که در منزل ایشون بود من درست پروی دست آقای صادق وزیری بودم که متوجه شدم که ایشون اصولا رئیس تمام کردهای مقیم تهران هستند ایشون هم از قدیم میشناختم دوست صمیمی خواهر خانم من بودن بسیار انسان معدب بودن طوری که ایشون صحبت میکردن مثل اینکه که اصلا موضوع تموم شده یعنی یک ماه قبل از انقلاب تظاهرات شدیدیه ایشون از درون ملاقاتشون مثلا با آقای طالقانی صحبت میکردن که شعارهای تجور باید باشه یعنی بعد از در واقع ملاقات با ایشون دیگه احساس میکردم 99 درصد متاسفانه رژیم فرو میریزه از طرف دیگه یه آپارتمایی باز در ونک داشتم اون رو میفروختم و سعی میکردم با هر دلاری شده هر دوری شده اینو بفروشم روزها این از بانک هر چقدر پول داشتم تقریبا مقدارش رو میگرفتم و میذاشتم توی جوراب میرفتم به خیابون فردوسی اتفاقا خیابون فردوسی خیلی از آشناها و مقامات رژیم رو میدیدم که اونها آمدن که توی این سرافی های خیابون فردوسی و اول خیابون منوچری رو بیر سفارت انگلیس همه اون منطقه صرافی بود پولاشون عوض کنن شاید بتونن بفرستن یعنی حالت طوری بود که اونایی که این مقدار دیگه احساس کرده بودن تقریبا بر این عقیده بودن که رژیم عوض خواهد شد حتی دوستم که پسر حاجقا بود و دکتر شده بود و اینها قبلا توضیح دادم با او و معاون بانک ایرانیان شرط بستیم در بانک ایرانیان که هر تا یه هفته دیگه قطعاً میشه خروجش برای اینکه دیگه اوضاع خیلی خیلی خرابه. همه دنبال ارزن بفرستن برای با این حالت آپارتمانم رو دونه دونه میفروختم بعد رفتم به سفارت انگلیس قلت قرزن زنگ زدم به سرکنسول انگلیس که از فرودگاه بایشون آشنا بودم چون به من تلفن خصوصیشون رو داده بودن که به سفارت زنگ نزنم که معطل شم یه تلفن دایرکت داشتن دایرکت لاین و به شخص مهمی بودن دیگه و بتونم چیز در واقع ویزا انگلیس رو بگیرم چون هنوز ویزا در واقع باید ما ویزا میگرفتیم ویزا لغو شده بود ولی به طور موقت طوری شده بود که ویزا انگلیس میدادن نمیدادن یه خود سخت شده بود وقتی من رفتم اونجا گذرنامه خدمتکار فیلیپین من برده بودم و هر سه گذرنامه رو برده بودم با خودم یعنی در واقع چهار گذرنامه برده بودم خب قبلا ایشون گفته بودن که منو به درمون بگم و راه میدن در ورودیش از پشت سفارت انگلیس بود از طریق خیابان نادری اونجا که میرفتم اتومبیل پارک کنم دور تا دور سفارت انگلیس صف برای ویزا گرفتن خب من به درون گفتم و رفتم پلو ایشون و ایشون هم یه چای برام من گفتن آوردن به رسم اون وقتا و هر چهار تا چیزو برای من گرفتن حالا این در واقع که یک ماه من یه مقدارم خب ایشون من سوال کردم باهاشون صحبت کردم گفت تو چطور داری میری مگه نمیخوای برگردی فرودگاه قرار نبود تو مدت طولانی از فرودگاه خارج میشه گفتی دوره عالی میبینم هم دوره عالی هم تموم شده خب خیلی با هم با اینا دوست میشدیم در این کار یا مثل سرکنسول امریکا که خب قبلا ویزای چهار ساله گرفته بودم برای هر همه افراد خانوادهمون به خاطر سرکنسول امریکا که به مناسبتی با هم آشنا شده بودیم که اون مناسبت رو بعدا خواهم گفت بنابراین ویزا همه درست شد تاریخ خروج ما تقریبا مشخص شد اصراری داشتم در اون موقع از طریق برادر خانم تیمسا سمدیان که ایشون هم کرد برم بیرون ایشون نمی رفتم بیرون تا گویا در تاریخ 22 بهمن صبح گرفته بودم هوا که برن که بالاخره مجبور شدم با اصلا قاچاق برم در حول و 8 هشتم نهم شاید دقیقا تاریخ به یاد نمیارم دوستان اطلاعاتی من گفتن که شاه تصمیم گرفت کشور خارج با توجه به اینکه هشتم نهم دی میفرمی بله بله هشتم نهم دی به من من باورم نمیشد خیلی ناراحت شدم و افسرها خیلی خیلی خسته شده بودن برای اینکه تقریبا 5 6 ماه مبارزه کرده بودن حفظ کرده بودن آرامش آرامشی که نارامی بود و آرامش بود و افسرهای کلانتری شبانه روز کار میکردن مرخصی که اصلا نبود براشون فوق العاده خسته به نظر میرسد. وقتی که این صحبت رو ایشون به من گفت اول باورم نشد روز بعد که خوب طبق معمول بیکار بودم رفتم باز پلوش گفت نه ایشون تصمیمشون رو گرفتن این شایعات یواش یواش بین مردمم پخش می و معلوم شد فردا صبح قرار که علازتش ببرند منتها قرار بر این بود که آقای بختیار از مجلس اعتماد بگیره بعد علازتش ببرن خب این مسائل به سرعت انجام می شد خمینی از اون طرف اعلام می کرد که من به مملکت بر می کردم. یه همچین صحبت های از همه طرف شایعات و اخبار موثق یا غیر موثق می اومد یعنی دنیایی بود در تهران از شایعات مختلف مثلا میگفتن که شورای انقلاب تشکیل شده ولی همش سریه و ما نمیدونیم ما با دوستان اطلاعاتیمون حدس میزدیم. مثلا شورای انقلاب چه کسانی باید باشن چه کسانی از خارجن چه کسانی از داخلن در واقع اوضاع تقریبا از کنترل خارج می شود خب آقای بختیار در واقع رأی اعتماد گرفتن آمدن به فرودگاه و علازت رو مشاید کردن در همون جا بود که در فیلم ها دیدید که افسر نیرو هوایی روی پای شاه میفته که شاه نره دیگه همه چی در واقع تموم شده بود با این حال علازت وقتی آبا مخواست خودشون میخواستن پرواز کنن باز دوباره بختیار رفت سوار شده تلویزیون همین رو نشون میداد حتما بارها دیده شده که علازت دو مرتبه بهشون سفارش میکنن که شما اون نیرو دریایی رو یعنی خود علازت هم صد درصد نمیدونستن هیچ وقت بر نمیگردن یعنی این توهم براشون بود که امکان برگشتن است ولی من میدونستم صد درصدشون بر نمیگردن یعنی داستان با 28 مرداد صد درصد صد هشتاد درجه طور دیگه است در 28 مرداد اکثریت مردم طرفدار علازت بودن حالا اکثریت مردم مخالف شده بودن با شاه بر صورت این داستان ادامه داشت تا دا جایی که آقای بختیار برای اینکه نیروی در واقع طرفداری از رژیم رو نشون بدن چون متاسفانه در این جور مواقع نیروی سا ساکت یه نیروی خیلی ارزنده رو میرن ولی همه ساکت میمونن اون آدمایی که سکوت میکنن منافعشون ایجاب نمیکنه بیان تو خیابون شاپور بختیار تصمیم گرفت که برای نیروی نشون بده با از نیروی هوایی خواهش کرده بود که در امتداد این تظاهرات که داره میشه که در از خیابون شاه به جلوی مجلس شورای ملی باید باشه شما ضمنا چند بار از روی هوا جتا پرواز کنند تا مردم بدونن که مثلا نیروی هوایی سخت طرفدار شاه هست و این تظاهر کننده که جمعیتشون حدس میزد هلوش 250 هزار نفر باشن با سنگ و با فخش و اینا مشاید میشنن از طریق انقلابیون از زمانی که این گروه در واقع رفتن به پیاده روی تا, تا مجلس شورای ملی طبق کسانی که بعدا برای ما تعریف میکردن از جمله عموی خانم من که خیلی خیلی طرفدار شاه بود تعریف میکرد که تمام مدت به ما های بسیار رکیک میدادن در میدون 24 و در میدون بحارستان هم بالاخره چند تا از این اوباش منو گرفتن بردن منزل تالقانی دیدن من خیلی ضعیفم و پیر من منو ولم کردن و من با تاکسی برگشتم خونه شما خودتون فاصله بین دوازده بهمن که اون هیئت انقلابی وارد ایران شد تا 22 بهمن تو این ده روز تا بیانیه بیطرفی ارتش چی کارا میکردین و کجاها بودین به نظر میرسه که دیگه شما توی اقلیت خیلی محدودی قرار گرفته بودین چون همه به حال انقلابی بودن و یه جماعت محدودی داشتن با این موج نمیرفتن چی یادتون میاد از اون روزا؟ از اون روزا یکی از اکیپی که ما داشتیم از بچگی با هم بودیم هم هم دکتر شده بودن طبق معمول هفتگی با هم جلسه داشتیم اینا سخت بحث تندی میکردن بر شاه و از اون زمان خوب روابطون به کل به هم خورد دیگه برای اینکه یه مقدارم منظورشون به شکل کنایه به من بود که طرفدار شاه بودم دوستان نزدیک اکثرا به انقلابیون در واقع به افراد انقلابی پیوسته بودند خیشاوندان به همین شکل متاسفانه یا بقیه که اظهار نمی یا بازاری بودن کم تو اینها باز حرف نمی زدن. ساکت بودن اظهار نظر نمی کردن. از آیندهشون می ترسیدن در اون در دوازده روزه منم سخت خب ناراحت بودم میومدم در اداره البته بیکار و دیگه سقوط رژیم رو صد درصد میدونستم تا روزی که خب ارتش بیطرفی اعلام کرد و بعد که ارتش بیطرفی اعلام کرد طبیعتا اون داستانها رو میدونی دیگه قابل تکرار نیست و من تصمیم گرفتم که از مملکت خارج بشم از جمله کسایی که قبلا ازشون تعریف کردین از دهه چهل و اینا یه حاج آقایی رو میگفتین که توی کار طلا و جواهر بودن و اون داستانی که در واقع سکه های پهلوی رو توی مشهد و اینا میفروختن اونا رو ازشون خبری داشتین کماکان توی بهمن پنجاه هفت مسلما من روزا میرفتم به مغازهشون که هم دسترسی به تلفن داشته باشم پهلوی بانک ایرانیا بود در تخت جمشید اسم اون مغازه بوشران بود نام جوار فروشی معروف پاریس بعد حاج آقا می دیدم حاج آقا به قدری شاد بود که حد نداشت یه عکس شاه که به توصیه من گذاشته بود تو ویترین مغازه چون من هر وقت اونجا قبل هم رفتم با شوخی و جدی از ایشون ایراد می گرفتم این مغازه رسمی نیست چون عکس علازه توش نیست ایشون هم برای خاطر من یه عکس کوچیک گذاشته بود از علازه توی ویترینش اون عکس رو برداشته بود با خوشحالی زیادی با اوزا نگاه میکرد حتی یک دو تا تلفن از خارج از کشور از خیشابندانه داشت که اونا توصیه میکردن تو پول بفرست به آقای خمینی و اون میگفت من انقدر فرستادم که شما باورتون نمیشه شما خودتون از ایتالیا بفرست برای آقای خمینی خب من ناراحت او که العاده خوشحال مقداری ارز از طریق همینجا فرستادم یعنی اونها با صرافایی که دوست بودن سفارش منو میکردن منم میرفتم ارز میفرستم تا جایی که یه روز پدر خانمم میفرستادم یه روز پدر خانم من زنگ زد که من همین الان رفتم به اون مغازه توی خیابون منوچری ارز بخرم به من گفتن حاجاقا گفت یکی بهش نفروشید ارز من خیلی ناراحت شدم هم اونجا هم حاجاقا بود هم دوست من دکتر گفتم شما هم چی تلفنی کردین گفتم بله خروج ارز باید قدغن باشه تو هم نباید پول ببری خب روابط به اونام با حاجقا و پسرش هم معلوم بود که احتمالا این آخرین دیگه ملاقات ما خواهد بود از لحاظ در واقع خریدن ارز که اونام سفارش کردن اون ارز نفروشه همون روز یادم است که با اومدیم بیرون من برم بانک ایرانیان و ایشون اتومبیلشون رو توی پارکینگ زیر ساختمان بانک ایرانیان پارک میکردن همطوری که با حاجی میومدیم بیرون یه آمبولانسی که روزا معلوم بود که اینا همه ادا دید ما معلوم و تقلبیه یک آمبولانسی آژیرکشان میرفت و یک چلوار خونی از شیشش بیرون بود حاجی به شوخی و من گفت ببین معلوم این بوز گوسفند توش یا اینا ادام خودش یعنی با اینکه خودش کاملا انقلابی بود ولی از درون اوضاع انقلابی خوب خبر داشت ملاقات هایی که با اونا داشت خودش گفت معلوم نیست تو این آمبولانس گاه بزغاله باشه یا گوسفند شما وقتی شنیدین که ارتش اعلام بیطرفی کرده چی فکر میکردی؟ من هم وقت پای رادیو بودم با پدر خانمم که بودم سر... ایشون هم سرنگ بازشسته هسته بودن بلافاصله فاصله هم خوب مملکت تموم شد همین مثلا برایش زدم شبیه این که تو رینگ بوکس دو نفر از دو جای مختلف بیان یه نفر بیسته به اونم اجازه بده که با کیسه بوکسی با به اون چیز گلاب بوکسی که دستشه محکم بزنه تو صورت دیگری اعلام بیطرفی اصلا وجود نداره ارتش مگه میتونه بیطرف باشه الان تمام پادگان ها سخوت خواهد کرد این انقلابیون که تعداد زیادی فرماندهان فلسطینی دارن میرزن تو کلانتری ها و پدرم به من زنگ زدن که شنیدی اخبار رو گفتم بله شنیدم و پدرم گفت چی فکر میکنی؟ گفتم تموم شد مملکت چی؟ شما چی فکر میکنی؟ خب معلومه چه خواهد شد آنان تمام شهرستان ها میرزن تو کلانتری ها رو قارت میکنن افسرها رو میگیرن معلومه چه خواهد شد همون موقع خب تلویزیون اول گفت که اشتتاباد محاصره شده توسط انقلابیون ساواک محاصره شده توسط انقلابیون و بعدم شهربانی رو ریختن یعنی من فردا صبحش که رفتم البته اینا رو دیدم خب اون روز منزل بودم یعنی صبح روز 22 بهمن رفته بودم بانک ملی پسر خالم که اونجا کار میکرد بتونه یه مقدار برای من ارز بگیره چون تنها چیزی که اون روزا من رو مشغول میکرد کار میکردم گرفتن ارز تبدیل تومن یا ریال به دلار بود یا پوند انگلیس بنابراین اون روز صبح تو بانک شنیدم که نیروی هوایی سقوط کرده یعنی محاصره شده و ریختن انقلاب داخل نیروی هوایی خب همونجا فهمیدم که دیگه کار تمومه در واقع 22 بهمن و اعلام بیطرفی ارتش و رژیم شاهنشاهی همون زمان سقوط کرد و یه چیز طبیعی بود یعنی چیزی نبود که من این حرف رو بزنم ریخته بودن تو خیابونا ما که در منزل بودیم تلویزیون مرتب گزارش میداد مثلا یک تانکی رو که از میدون فوزی عبور میکرده به سمت نیروی هوایی که در واقع کمک در واقع نظامی باشه اون تانک رو از بالا انقلابیان ریختن توش و دریچهش رو برداشتن و با نارنجک که داشتن انداختن توش و کشته شدن اون افرادی که داخل تانک بودن یا کامین که داشته میرفته به سمت نیرو هوایی دفاع نیرو هوایی بکنه اونا مورد تعرض انقلابیون قرار گرفته پدرم زنگ زد که من از پنجره اتاق از دور دارم نگاه میکنم که دارن توی جوب آب حالا جوی آب ببخشید ادهی دارن سینه خیز بیان در حالی که خب جواب آب بتونه و سینه خیز رفتن روی تو اونجا فوق العاده چیزه بهشون گفتم اینا فلسطینی هایی که اومدن و اینا رو تمرین دارن چون هنوز ارتش ایران یا سربازای ما یا خود من که در دانشگاه پلیس بودم روی بتون نمیتونستیم سینه خیز بریم منتها همطور که عرض کردم قبلا در حادثه در واقع میدان جاله اینا افراد فلسطینی بودن که با تعلیمات قدیم و تمرین هایی که داشتن به راحتی از توی جوب آب به شکل ردیفی حمله میکردن به یک کلانتری که نزدیک منزل پدرم بود کلانتری ها خب پشت سر هم از خودشون دفاع میکردن افسرهای کشته میشدن تلویزیون مرتب گزارش میداد مثلا کلانتری نارمک محاصره شده یا کلانتری هر دونه دونه کلانتری ها رو میگفت سقوط کردم معاون پلیس تهران که بعدا در لندن دیدمشون اومد رو تلوی... بای تلویزیون و گفت من از تمام رؤسای کلانتری ها خواهش میکنم دفاع نکنید دیگه او یه حالتی گفت دو پهلو که برای خودشم در سر ناشته باشه می گفت انقلاب پیروز شده ملت پیروز شدن که من از او تعجب میکردم به این شکل داره حرف میزنه در واقع برای محافظت شخصی خودش این حرف رو میزد چون معلوم بود که رئیس پلیس تهران که افسر ارتش بود که افسر گارد بود بدن. بسیار بسیار افسر خوبی بود هم دستگیر شده بود ولی این معاون پلیس تهران با یه زرنگی پلیسی داشت دو پهلو صحبت میکرد بعد هم که در لندن دیدم میشو با هم صحبت میکردیم از اون شب که یاد شد گفتم برای حفظ خودم مجبور بودم اونطوری صحبت کنم که اقلا انقلابیون میدونستم الان من دستگیر خواهند کرد دستگیرم کردن ولی با من کاری نداشتم به خاطر همون گفتاری که کردم شما کی از ایران خارج شدین؟ اواخر فروردین 58 و از این 22 بهمن 57 تا مثلا عید 58 و شما کماکان باید میرفتین اداره و میومدین با لباس نظامی؟ نخیر ما همون روز اول بالا بیست با... روز 23 بهمن همه ما رفتیم به شهر پانی اده از افسرانی که بعدا اعدام شده هم آمده بودن چون اون نظم و انضباطی که در وجود ما بود باورمون نمیشد که مثلا نریم سر خدمت حتی من به یکی از افسرهایی که معاونه داره معاونه عملیاتی داره اطلاعات بود یعنی تمام این زد و خورت های خیابانی که بین افسرهای اداره اطلاعات دایره عملیاتش بود زیر دست ایشون و اون با خرابکارا بود ایشون در طول مدت خدمتش قبل از اینکه ما عملیاتی بشه اصلا رئیس دایره عملیات بود ایشون هم آمده بود با یه رنگ پریده ای البته اسم ایشون رو میگم برای اینکه دیگه اعدام شده ایشون جواد مخفی بود اسمش خب من رفته بودم قبل از این ماجرا رفته بودم یعنی هولوش مثلا ده دوازه روز قبل از 22 به من میکردم تو چرا موندی گفت کجا برم گفته برو همین پاکستان برو ترکیه گفت پول ندارم یه حقوق دولتی داشتم کجا برم گفتم خب تو اگر این اوزا احتمالاً عوض بشه تو رو اعدامت میکنم گفت خب چرا اعدام کنن؟ من وظیفه دارم انجام میدم گفتم تمام اینایی که تو زندانن. اینایی که به دست نفرات تو احتمالا کشته شدن خب بر علیه داد تو در دادگاه فتوا میدن در واقع ستایش میکنن شهادت میدن شهادت میدن لغتاری یادم میره بعد 45 زندگی در خارج یادم همیشه از صبح تو شب انگلیسی حرف میزنه متاسفانه لغت فارسی بعضی اختیارش میره برسا قبول نه. نه پول داشت قبول میکن همون روز 23 اسفند هم آمده بود در رفش کنم جواب تو که اومدی گفت خب چیکار کنم سر خدمتم که بعدا البته سه روز سه شب بعد تلویزیون دیدم که ایشون داره محاکمه میشه و همون صبح بعد از محاکمه هم ایشون اعدام شد برای این اوضاع شهربانی به این شکل بود یا مثلا من درخواست همون در واقع 23 24 بهمن من رفتم به اداره کارگزینی که دوستم شده بود رئیس اونجا گفت تقاضای بازنشست با همین دوستم آقای اشقپور رفتیم به او گفت خب تو بشو رئیس اداره اطلاعات گفت خیلی خوب قبول کرد یعنی از پست رئیس اداره خوشش میومد به من گفت تو کدوم شهربانی رو دوست داری بیا رئیس شهربانی میشه گفتم نه من دوست ندارم هیچ رئیس شهربانی گفت بس رئیس شهربانی یکی از استانهای شمالی که خیلی هم خوش آباباد. گفتم نه اصلا من کارام کردم برم خارج خب بنویس درخواست کن نوشتم متنش هم خودش گفت بعد از پیروزی انقلاب من میل دارم که برم به بازنشسته بشم و دیگه سنم بالاست یه همچه حالتی اونم زیرش نوشت و همونجا در واقع من بازنشسته شدم با 23 سال خدمت که البته دو سالش دانشگاه پلیس بود 21 سالم خدمت هم داره و اقامت با درجه سنگ تمومی بله یه درجه سنگ تمومی رو در واقع اول که من بعد از اینکه من دانشگاه پلی دوره عالی قبول شدم بلافاصله ابلاغ سرنگ تمومی آمد چون پستی که من تیم سار به من داده بود در اداره مالی پست سرنگ تمومی بود دیگه برای من کارگزینی معموله نامه می نوشت به اون اداره گفته به حکم شماره فلان فلان افسر ترفی پیدا کرده و به درجه مثلا بالاتر رسید. خب. بس شما در واقع بازنشست بودین تا فروردین 58 که از ایران خارج شدین. برای اون میگین که چجوری رفتین و این فاصله چیکارا کردین؟ خب همونطور که قبلا شهر دادم در اون فاصله سعی میکردم عرض بگیرم بعدم که عرض کردم که رفتم به سفارت انگلیس برای این چارت گذرنامه بیزای خروج گرفتم. ولی خب بخواستم ارتباطم با سرکول انگلیس خوب باشه گفت احتمال اومدنت که یه گفتم خب من این تعطیلات تموم میشه احتمالا بر برمیگردم بر میگردم فرودگاه دلم بخواست یه ارتباطی باش داشته باشم بعد دیگه رفتم دنبال بلیت گرفتم و برای همون اواخر فروردین پنجه هشت و خب خانم من به خدمتکار گفته بوده که خب کارا رو انجام بده که هوشنگ میره بعدش هم ما میریم گفته بوده چه روزی میرین یه روزی گفته بود که یادم نیست گفته بود این روز نحسیه منم دیگه به این مسائل نحس و اینا اعتقاد نداشتم اساسا چنجش بکنیم به انگلیسی خودم در واقع روز سیزده فوریه به دنیا آمده بودم بنابراین روز نحسی خودم به دنیا آمده بودم بعد از اینکه این, که این چهارتا گذرنامه رو ویزا گرفته بودم و بلیت های خودم رو گرفتم برای خانمم و خدمتکار بعدا گرفتم چون خودم در نظر داشتم برم به لندن و اون آپارتمان رو درست کنم وسایل خونه بخرم خونه آپارتمان رو آماده کنم که خانواده من بیان رفتم به اون آژانس هواپیمایی و اون روز نحس رو میخواستم بگم قبول نیست روز نحسی وجود نداره یک روز مسافرم به تعویق انداخته بودم و چقدر هم خوب شد من به تعویق انداختم از جمله شانس های زندگی همین بود که من یه روز رو به تاخیر انداخته بودم چون اگر به تاخیر ننداخته بودم و ممنور خروج شده بودم روز بعد برای همیشه شک داشتم که چرا من ممنور خروج شدم و حقوق دولتیمون نمیتونستم بگیرم چون من بعدها تقریبا حدود 25 سال من حقوق دولتیم رو میگرفتم یعنی میریختن به حساب من در بانک سپه از طرف شهربانی بنابراین روزی که عوض کردم واقعا به نفهم شد روز بعدش برای اینکه به افسر نگوان زنگ زدم که تو وقتی گذرنا من رو مهر کردی مهر خروج زدی به من اطلاع بده من حسری دارم میرم با دوستم که مامان ادگار گذرنام هست تنیس بازی میکنیم اونا ما خب از قدیم کلوپ تاج رو تلفن رو داشتم دیگه بازی میکردیم که بلنگوی کلوپ تاج اعلام کرد که دوست من رو خواست مابنه من فهمیدم این خبری شده از زمین هر رفتیم بیرون و من گوشی تلفن از اون تلفن کلوپ تاج گرفتم و صحبت کردم و اون گفت شما در آخرین لحظات اون شخصی از نخست وزیری در اتاق قدیم شما هست و گذرنامه رو بررسی میکنه اومد به ما گفت این دوتا گذرنامه رو نگه دار و خب یه روزنامه هم رو میزم بود و یه افسری که من گرفته بودن یه شرحی داده بودن که این عامل سیایه بوده گرفتنش و خارج اون رو خارج میرفته اون وقت اون روزا خیلی خیلی اتهام به دیگران میزدن افسر نگرم ما میبینه این دوتا گذرنامه منم کنجکاو میشه از اون آقایی که میپرسه که این اینا چیکار کردن میگه لابد همینجوری مثل این سیایایا هستن دیگه اینا میخوان فرار کنن کشون. خب افسرم ما جوابی نمیده بعدا به من زنگ زد و گفتم خب من الان فرودگاه باهات صحبت میکنم من دوستم رفتیم فرودگاه و او هم برای اینکه با ملاقات میکنه کت شخصی شو. یه کت شخصی پوشیده بود بعد اومد و به من گفت که اینا میگن شما عضو سیایی گفتم کی حرف زده گفت روزنامه اون جلو بود گفتم تو اینقدر ترسیدی گفته اینها مثلا چه ربطی داره ما همیشه گذرنامه بودیم و اقامت بیگانگان و حرف های یعنی پس تو داری میگه من رسما ممنوع خروج شدم گفت بله بود ولی ما میتونیم گذرنامه به تون بهتون بدیم الان به شما و شما برید الان همین الان شما که با آژانس آشنا هستید همین الان یه بلیت بگیرید و الان گفتم به همچکاری نمی‌کنم. این اسمش فراره چون اون روزا مسئله فرار خیلی شایع بود مثلا دو سه روز که کسی کلوب نمی اومد میگفتن فرار کرده خب من هم هیچ دلم نمیخواست که بگن فرار کرده حتی اینی که داره میگه ممنوع خروجی گفتم نه من میرم درستش میکنم من نه کار خلافی کردم نه تو افسر انتظامی و کلانتری بودم سابقا هیچ این یه تشابه اسمی باید باشه خب زنگ زدم به دوستم که تازه شده بود محافظ آقای بازرگان نخست آقای رضا آبدینی مرحوم آقای آبدینی الان بگم شب به خونه زنگ زدم که امروز جریان اینطوری شده تو که به با آقای بازرگان نزدیکی فردا صبح به من یه کاری که من بتونم بیام نخست وزیری برم پلو آقای بازرگان گوارتی میدونی خیلی کار سختیه ولی تو صبح بیا به نگهبان خودتو معرفی کن من از آقای بزرگان وقت میگیرم برات بیا اونجا بگو من بزرات میخوام اینا بر میگرده به عقب بزیاش روزی که من ممنوع خروج شدم شب به رئیس سابقم که دایی خانمش رئیس شهربانی زمان مصدق بوده زنگ زدم که من ممنوع خروج شدم و الان که رئیس شهربانی این سرهنگ هست که اون زمان مصدق رئیس جمهور شیراز بوده و برکنار شده دای بعد پریروز فهمیدم ایشون دای خانم شما شما بیاید فردا بریم پلو ایشون ایشون منو به در واقع نخست وزیری معرفی کنه بتونه کار ممنوع خروجی من حل کنه من برای ایشون خیلی زحمت کشیدم صبح من رفتم در خونه همین تیم ساکاشانیانمون فرش شمالی ایشون رو بردیم به شهربانی مستقیم رفتیم پیش رئیس شهربانی که ایشون باشن اسمشون یادم رفته صحبت کردیم و گفت تو خیلی به من لطف کردی هر تو نمیدونستی اصلا من کی بودم حالا تو کار چیه؟ گفتم من بازنشسته شدم در حدود مثلا روز قبل و من میخوام برم خارج برای معالجه چون قبلش من رفته بودم برای کمر دردم. به انگلیس یه نامه ای داشتم که باید فالوها بشه یعنی بعدا بیا اینجا ما دو مرتبه ما کمر درد تو رو عکس برداری کنیم برای شهر دادم گفتم من نمیخوام به کل کشور برم بیرون به خاطر کمر دردم میخوام برم بیرون ولی تشابه اسمی بوده چون من اون پرونده منو گفت بیارن گفت نه تو احتمالا هیچ اشکالی نخواهی داشت و به قول خود تشابه اسمیه برای اینکه تو پروندت همیشه اداره اقامت بیگانگان و اداره گذرنامه بوده تلفن کرد به اداره نخست وزیری که به آقای بازرگان اطلاع بدید که یکی از افسرهای ما فردا بخواد بیاد اونجا در واقع کار و مقدارش درست کرد من اون شب به اون زمان سرهنگ آبدینی که هم دور من بود زنگ زدم به خونش که من فردا صبح دارم میام برم پیش آقای بازرگان توسط رئیس شهربانی معرفی شدم توی تحصیلاتی درست کن یا بیا اون جلو منو ببر چون مسلما رفتن پیش نخست وزیر خیلی کار سختی خواهد گفت باشه تو فردا وقت که اومدی من قبلا اونجا میسپرم به نگهبان و اینها در نخست وزیری که تو رو را بدن بعد خودم میام اون جلو تو رو برمیدارم میبرم پیش آقای بازرگان اگر اینو رئیس شهربانی قبلا زنگ زد به این خاطر رفتم اونجا و در واقع خیلی خودم سخت بود و رفتم پیش ایشون و ایشون اومد دم در و منو برد پیش آقای بازرگان پروندم هم قبلا رئیس شهربانی با آقای بازرگان توضیح داده بود که این افسر چندی بار خارج از کشور رفته بود. اداره اداره و اداره ریفرم اداره گذرنامه رو داده و جزء دو نفری است که اداره قامت بیگانگان رو درست کرده و شروع کرده بود از این تعریف ها که همین رئیس شهربانی که سباق من داشت خوب هر وقت می اومد پیش رئیس سابقم مدارک که من میرفتم میگرفتم می به در گذرنامه شاید چهار پنج بار تا این 7 8 سال و من شو دیده بودم و طبیعتا رئیس ما رئیس رقابت بیگانگان به او گفته بود این افسر سوابقش چه بازار کن یادش بود که خب تو چرا با این همه معلومات و با این همه سوابقی داری میخوای بری خارج خب من کپی نامه رو داشتم بهشون نشون دادم و گفتم ببینید من باید برم برای کمر به خارج و بعدم براش توضیح دادم در ایران هم دکتر اسمش آدم رفت که رئیس در واقع ارتوپدی بود نامه داشتم که ایشون کمردردی داره که تا دا آخر عمرش فکر نمی کنیم خوب بشه برشت آقای بازرگان زنگ زد به تلفن اون طرف کسی که به آقای چمران در واقع مثل که معاوه نخست زیر بود یا شغلشون درست یادم نیست مصطفی چمران خب من در موردشو شنیده بودم که ایشون یعنی دوستان اطلاعاتی هم گفتن این چمران در فلسطین دوره دیده و یه فرد انقلابی و یه فرد چریکی خیلی قوی هست. خب همون دوستم آقای آبدینی سنگ آبدینی من رو آورد به اتاق آقای چمران و نشستیم و دست داد با من یه دست خیلی همچین درشتی هم داشته خب شما چرا اصلا میخوایی بریم من میکرد بیرون گفتم والا من این ناور دوباره دستم بود نشونش دادم گفتم من باید برای برم گفت خب تو با این سوابقی که الان آقای نخست وزیر به من گفتن تو حاضر بیای و برمیگردی بشی رئیس گذرنامه نخست وزیری هم اتاق پلوشون گفتم حتما گفت خب زمدن تو من قول میدی اصلا برگردی گفتم بله قول میدم اینجا مملکت همه و باید در واقع برگردم و من بند خدمت کنم با این همه در واقع دورهایی که دیدم بلند شد در جاش که دیگه ملاقات ما تموم دست خیلی محکم میداد و خندید و خوشحال شد و من برمیگردم ما همون زمان با همین وایستاده بودیم به تلفنی کرد به برادرش که گویا برادرش رئیس اونجاست اون اومد منو برد یه اتاق خیلی بزرگی بود مثل سالن بود بیرون در مجاورت اتاقای چمران و اونجا عده دختر که همه لچپ لچک پسرا بودند و ادای هم تحریشی داشتن و تا نشست یک خانم من گفت برادر میام یه سوالی ازش کرد بعد سوالش جواب گفتم حالا که انقلاب شده شما چجوری پس پارتی بازی میکنید خواهرتون آوردی توی اداره همین زمان دوباره یه شخصی از همون کارمندا اومد به یکی دیگه سوال کرد صدا شنید گفت برادر مثلا مثلا از بس به این مسائل ناآشنا بودم به لغت خواهر و برادر بدون اینکه خواهر و برادر واقعی باشن باز جمله ما ادامه دادم گفتم شما چطور قوم خیشانتون مثلا اووردین اینجا چون دیگه روابط ما جوری بود که نشون میداد من دارم جای ایشون مثلا یه ما دیگه اگه من برگردم میشم رئیس این سالن و این افراد گفتم خب چطوری شما این همه قوم یه خنده به من کرد خنده آقلن در صفی البته به اصطلاح خودمون گفت که اینا خواهر و بردر من نیستن که ما اصولا همه رو در یک جهت هستیم بودیم سالهای سال و ما همه به هم خواهر و بردر میگیم به خصوص مجاهدین همه رو شروع کردن به خواهر و بردر گفتن من فهمیدم که خب اینم انقلابی بوده و طبیعتا اینا چون من از این مسائل دور بودم نمیدونستم برصورت اونجا تلفن زدن به فرودگاه که من بلامانه و گذر من داده بدن به افسر نگهبان و در واقع فردای اون روز شاید یا دو روز بعد از من خارج شدم و همش با این حال خوشحال بودم که چه خوب شد من یه روز به عقب انداختم چون بعدها این مسئله ممنوع خروجی من همیشه در زندگی عذابم میداد زمین این حقوق رو میتونستم بگیرم اومده ما با... چند تا از افسرهای ما آمدن من رو بدرخه کردن و خیلی خیلی ناراحت بودم چون درست فکر میکردم اصلا اون مسیری که من فکر میکردم این ممنوع خروجا دارن میرن چه حالی دارن درست همون مسیر رو طی کردم و اون سکوی بین ساختمون و باند فرودگاه رو نگاه میکردم که اینجا میشستیم و حدس میزدیم بیکار بودیم مثلا ما رفته بودیم گفتیم خب اینا که دارن میرن سوار هواپیما میشن مثلا کدوم اینا مملو خروجن تاجرن چه که محل دادن چه همچه حالت خب یه سه چهار تا از افسرای ما اومدم به دنبال من تو عباپیم. تا داخل هواپیما و خدافزی کردم و رفتم به لندن و مسافرت خارج از کشورم شروع شده رفتم در لندن و خب در اونجا شروع کردم به خرید مثلا زمستون سختی بود سردی بود دیگه وسایل داخلی خونه یادم پتوهایی خریدم که هنوز همه شد دارم پشمی شطور بود و وسال خونه رو آماده کردم که هفتش در روز دیگه که خانم و بچه هم خدمت می خدمتکار میان بیان آپارتمان درست شده و در واقع زندگی آوارگی اگه میشه بذاریم چون ما اینجا در واقع خودمون رو با اینکه که طبعه امریکا هستیم هنوز خودمون رو خارجی میدونیم و خودمون رو اصطلاح شوخی میکنیم به عنوان آواره و اون زندگی شروع شد زندگی خارج از کشور مرسی ازتون از این توضیح که دادین فقط یه سوالی برای من پیش اومد اینه که شما که بازنشسته بودین و داشتین از کشور خارج میشدین آیا این هیئت انقلابی در واقع قصدشون این بود که شما رو دعوت به کار کنن یعنی دوباره برگردین به عنوان یه نظامی کار کنین یا تو بدنه دولت شما رو دعوت میکردن چجوری میشد اگه میخواستن شما رو دوباره دعوت, دعوت کنن ببینید یه نظامی وقتی بازنشسته میشه بنا به عللی میتونن دو مرتبه دعوت به کارش بکنن این مسئله قبلش هم خیلی جاها سوابق داشت از جمله رئیس شهربانی اون زمان همون جام سرهنگی که بارها تکرار کردم منو میشناختن و رفته بودم پلوشون اینها وقتی من روز 23 در واقع بر روز بعد از انقلاب رفتم با رئیسم پلویشون ایشون با درجه سرنگ تمومی دعوت به کار شده بودن با درجه سرنگ تمومی شهربانی پشت میز رئیس شهربانی نشسته بودن کرده بعدا سرتیپ شدن برای این دعوت به کار یه چیز عادی بود در بین نظامی ها در ارتش نیرو هوایی شهربانی ژاندارمری یه افسری بنا به عللی بازنشسته شده بود یا به خاطر سن یا به خاطر درخواست خصوصی ولی بعدها پشیمون شده بود درخواست میکرد و دو مرتبه اون سازمان او رو دعوت به کار میکرد بنابراین مسلما اینطور معلوم صحبتی نشد ولی معلوم بود که اگر من برگردم از من دعوت به کار میشه و با همون درجه سرنگ تمومی میشم رئیس اون سالن و اون افرادی که به عنوان گذرنامه بودن در اونجا خدمت کنم و در نخست وزیری البته در نخست وزیری که آقای بازگان نخست وزیری بود ولی من طبیعتا باید دو درجه خودم با لباس شهربانی باید اونجا خدمت میکردم بله بسیاری مرسی ممنون ازتون توی ادامه این گفتگوها حتما دوست دارم یه بار دیگه صحبت کنیم راجع به سالهای بعد از انقلاب و راجع به زندگی توی لندن و که چطور به آمریکا رفتین چطور جامعه مهاجران ایران و شاهد بودین که کرور کرور توی این سالها اومدن و زندگی شکل دادن و در واقع یه جامعه بزرگی تشکیل شد که میشه گفت شما جزء کسه بودین که خب خیلی زودتر رفته بودین و شاهد این جمع شدن ایرانی ها بودین ممنون ازتون تا گفتگوی بعدی خدا نگهدارت خدا نگهدار روز و شبتون بخیر